سلام خدمت همراهان عزیز بیتفیریسک، به یکی دیگه از جلسات آموزشی کانال بیتفیریسک خوش اومدین. در این جلسه میخواییم الگوی سرشانه کف یا به عبارتی Inverse Head and Shoulders رو با هم یاد بگیریم. درست برعکس الگوی سرشانه که جلسه پیش با هم بررسی کردیم، الگوی سرشانه کف تو روندهای نزولی شکل میگیره و همونطور که از اسمش مشخصه، این الگو از 3 تا دره شکل میگیره که دره وسطی از 2 تا دره جانبی بلندتر هستش که در واقع بهش سر یا هد میگن و دره های بغلی هم یکی شانه چپ left shoulder و اون یکی شانه راست right shoulder نامیده میشن. این الگو هم یکی از معتبرترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که تو روندهای نزولی شکل میگیره و نشونگر پایان احتمالی بازار نزولی و نویدگر شروع یک بازار صعودی در آینده نه چندان دور هستش. خب برای اینکه بهتر متوجه بشیم، مرحله به مرحله شکل گیری این الگو رو با هم بررسی کنیم. در مرحله اول شما فرض کنید توی یه روند نزولی هستین و سقف‌ها پایین‌تر از سقف قبلی و کف‌ها هم پایین‌تر از کف قبلی شکل می‌گیرند. در مرحله دوم قیمت خط روند نزولی رو به سمت بالا می‌شکنه و تا نواحی سقف قبلی صعود می‌کنه و این افزایش قیمت اصولاً همراه با حجم بالا اتفاق می‌افته. حالا اگه ما یه خط از نقطه B تا نقطه D ترسیم کنیم، به این خط اصولاً خط گردن یا نکلاین میگن. پس تا اینجا قیمت علاوه بر اینکه از روند نزولی خارج شده، بلکه تا ناحیه مقاومتی که همون نکلاین هست صعود کرده و باعث شده یک شانه چپ left shoulder و همچنین یک سر یا head شکل بگیره. در مرحله سوم قیمت تا نواحی شانه چپ که همون نقطه A هست پایین میاد و این حرکت نزولی اصولا همراه با حجم پایین اتفاق میفته و دوباره قیمت به سمت بالا حرکت میکنه و باعث میشه دره راست هم شکل بگیره که در واقع به شانه راست یا right shoulder میگن. پس تا الان ما شاهد شکل گیری یه دونه سر و دو تا شانه معکوس بودیم و از طرفی خط گردن یا نکلاین رو هم ترسیم کردیم. خب الگوی سرشانه کف یا سرشانه معکوس 3 زمانی تکمیل میشه. الگوی سرشانه کف زمانی تکمیل میشه که قیمت با حجم بالا خط گردن یا همون نکلاین رو به سمت بالا بشکنه. در اکثر مواقع پس از شکستن خط گردن به سمت بالا، ما شاهد یک حرکت اصلاحی جزئی به سمت خط گردن هستیم که اصولا همراه با حجم پایین اتفاق میفته. اصطلاحا بهش پول بک یا حرکت برگشتی یا همچنین ریترن موو میگن و اصولا حرکت صعودی اصلی از خط گردن استارت میخوره و قیمت شروع به افزایش میکنه. البته دوستان توجه داشته باشی که حرکت اصلاحی به سمت خط گردن در بعضی مواقع، مخصوصا زمانی که نکلاین با حجم بسیار زیاد به سمت بالا میشکنه، امکان داره یا رخ نده یا اینکه بسیار جزئی و مختصر باشه. زمانی که الگوی سر و شانه تکمیل میشه، اگه بخوایم ساده ترین روش اندازه‌گیری رو بیان کنیم که قیمت تا کجاها میتونه رشد کنه و تارگت های قیمتیمون کجاها میتونن باشن، میتونیم خیلی ساده ارتفاع سر تا خط گردن رو اندازه بگیریم و به همون اندازه از خط گردن به سمت بالا محاسبه کنیم و در حالت خوشبینانه قیمت میتونه تا 2 برابر ارتفاع سر تا خط گردن به سمت بالا حرکت کنه. خب برای اینکه بهتر متوجه بشیم، بریم روی چارت تا نحوه شکل گیری و عمل کرده این الگو رو با هم ببینیم. اما قبل از اینکه وارد صفحه چارت بشیم، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید، کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. خب بریم سراغ چارت.